پلوی شاه عباسی یکی از غذاهای قدیمی، سنتی و خوشمزه ایرانیه. البته بهش قیمه لاپولو هم میگن. این غذا با روش‌های مختلفی درست میشه. توی این ویدیو با یه روش ساده و لذت بخش بهت یاد میدم چطوری این غذای خوشمزه رو درست کنی. پس آخر این آموزش با من باش. توی یه قابلمه مقداری روغن و 20 گرم کره بنداز تا آب بشه. وقتی روغن یکم داغ شد، یه پیاز بزرگ و نگینی ریز خورد کن و به روغن اضافه کن. با حرارت متوسط یه مقدار پیاز رو تف بده تا سبک شه. وقتی پیاز سبک شد، 250 گرم گوشت گوسفندی رو به پیاز اضافه کن. برای درست کردن این غذا، تیکه‌های گوشت باید اندازه یه بند انگشت باشه یا اصطلاحاً گوشت رو باید قیمه‌ای خورد کنی. برای درست کردن غذاهای سنتی و خورشت‌های ایرانی، حتما سعی کنین از گوشت گوسفندی استفاده کنین. این گوشت به خاطر چربی و طعم خوبی که داره، باعث میشه غذای شما خیلی لذیذ‌تر و با کیفیت‌تر بشه. گوشت رو توی پیاز تف بده تا زمانی که رنگ گوشت عوض بشه. وقتی رنگ گوشت تغییر کرد، 150 گرم لپه رو بهش اضافه کن. حتما لپه رو از 2-3 ساعت قبل توی آب خیس بده. یکی دو بارم آبش رو عوض کن تا نفخش گرفته بشه. 2-3 دقیقه لپه رو با گوشت و پیاز تف بده. بعضی ها لپه رو جداگانه میپزن، گوشتم جدا. وقتی پخته شدن با هم ترکیب میکنن. البته اون روش اشتباه نیست. ولی لازم نیست شما اون کارو بکنین. لپه و گوشت رو با هم تف بدین، بعد بذارین با هم پخته بشن. 2-3 دقیقه که لپه رو هم تف دادی، نصف قاشق مرباخوری فلفل سیاه، نصف قاشق مرباخوری زردچوبه و 3/4 قاشق مرباخوری پودر سیر بریز. الان نمک رو اضافه نمی کنیم چون باعث میشه گوشت دیرتر بپزه. ادویه ها رو با موادی مقدار تف بده تا طعمشون توی غذا پخش بشه. دو تا قاشق غذاخوری سرپر رب گوجه به مواد اضافه کن. یکی دو دقیقه رب گوجه رو هم تف بده تا هم سرخ بشه و هم رنگ باز کنه. وقتی رب گوجه سرخ شد و رنگ باز کرد، 2 لیوان آب جوش به مواد توی قابلمه اضافه کن. یادت باشه هیچ وقت از آب سرد استفاده نکنی، چون آب سرد به خاطر شوکی که به مواد داغ توی قابلمه میده، باعث میشه هم گوشت و هم لپه دیرتر بپزه. یه مقدار هم بزن تا مواد توی آب پخش بشه. نصف یه چوب دارچین هم بنداز تو قابلمه. در قابلمه رو بذار و با حرارت کم اجازه بده 2.5 ساعت گوشت و لپه بپزه. بعد از 2 ساعت چوب دارچین رو در بیار. نصف قاشق مرباخوری نمک اضافه کن. 3-4 تا هل رو هم بکوب یا آسیاب کن و به مواد اضافه کن. 1 قاشق چای خوری گلاب هم بریز. اگه دوست داری عطر گلاب بیشتر احساس شه، 1 قاشق غذاخوری بریز. 4-5 تا قاشق مرباخوری زعفرون دم کرده هم اضافه کن. ترکیب دارچین و هل و گلاب و زعفرون عطر و طعم غذای شما رو فوق‌العاده میکنه. هم بزن تا مواد با هم ترکیب شه. در قابلمه رو بذار که 1/2 ساعت دیگه هم بپزه تا هم گوشت و لپه کامل پخته بشه و هم خورش به روغن میفته.
بعد از 2 ساعت و نیم خورشت ما قشنگ پخته شده و به روغن افتاده. توی قابلمه یه مقدار کره آب شده بریز و با فرشه کره رو کف قابلمه پخش کن. یه کوچولو نمک و یه مقدار کنجد کف قابلمه بریز. کنجد رو بیشتر برای تزیین تدیگ می‌ریزیم. اگرم نداشتی نریز. چند تا تیک نون کف قابلمه بچین. من تصمیم گرفتم برای تدیگ از نون استفاده کنم. شما به سلیقه خودتون هم میتونین از سیب زمینی استفاده کنین و هم میتونین بذارین برنج خودش تدیک شه. 2-3 تا کفگیر برنج آبکش شده توی قابلمه بریزین. برای اون مقدار خورشت 3 تا پیمون برنج کافیه. 2-3 تا قاشق بزرگ از خورشت روی برنج بریزین. اگر از غذاهای لاپولایی خوشتون میاد، مطمئنن این غذا گزینه خوبی مناسب با سلیقه شماست. دوباره 3 تا کفگیر برنج و روش 3 تا قاشق بزرگ خورش بریزین. این کارو تا آخر ادامه بدین. من سعی میکنم توی همه آموزشام همه این نکات مهمو بگم. ولی اگه باز سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین. در قابلمه رو با دمکنی بذارین و روی حرارت متوسط 50 دقیقه اجازه بدین تا برنج دم بکشه. بعد از 50 دقیقه برنجمون دم کشیده و غذامون آماده است. یه مقدار برنج رو زیر و رو کنین تا خورش توی کل برنج پخش بشه. پلوی شاه عباسی یا قیمه لاپولویی خوشمزه ما آماده شد. شما میتونین این غذا رو تو مهمونیاتون هم سرو کنین، چون هم طعم خیلی خوبی داره و هم یه غذای مجلسیه. خوشحال میشم نظراتون رو نسبت به این غذا تو کامنت ها برام بنویسین. ممنون که تا آخر آموزش همراه من بودین.